دوست دارم رفته های ناب را، کودکی آن رفته در خواب را. کودکی چون قنچه ای بر آب رفت، دوست دارم بازگشت آب را. ما گرفتاریم و راهی نیست، نیست نیست راهی عمر در گرداب را. نیست برگشتی به دریا ای دریغ، ماهی افتاده در قلاب را. در برابر دارم از ایام عمر، کهنه عکسی در غبار قاب را. چیزی از ما مونده از گذشته قاب کهنه است که حالا اون روی رف تاخچه جایی این قاب رو نگه میداریم و هر وقت بهش نگاه میکنیم گذشته برای ما تجدید میشه. ایرانی ها جز معدود ملت های دنیا هستن که گذشتهشون رو بیش از حالشون دوست دارن، بیش از حال. عجیبه، البته بسیاری از ملت های آسیایی هستن که هیچ علاقه ندارن گذشته رو به یاد بیارن. چینی ها، کامبوجی ها، ویتنامی ها در این زمره، ولی ایرانی ها تا دلتون بخواد نگاهشون به گذشته است. خب عرض ادب دارم خدمت آفریدگار ایران، خدمت شما همیانان عزیز و ارجمندم. امیر درخشان عزیز برنامه رو هدایت فنی میکنه. در چند جلسه قبل گفتگوهایی داشتیم با کی؟ با یکی از چهرهای نازنین در عرصه هنر و بازیگری، آقای علی پورتاش، که او رو دیدیم در نمایشنامه مصدق، بخش مصدق رو بازی میکرد، پسر مصدق ببخشید، و همینطور نقشیدن سلیمه، نقش تقریبا غیر ممکن، تقریبا غیر ممکن، ولی او با استادی تمام توانست این شخصیت رو بر صحنه های لس آنجلس و همینطور دیگر نقاط آمریکا و اروپا بر صحنه ببره با موفقیت تمام. اجازه که نگاه کنیم به صحنه‌ای از نمایش ننه سلیمه، به نظرم نشان دهنده قریحه و استعداد فوق‌العاده آقای علی پورتاشه در زمینه بازی تئاتر. اما مهمتر این که پیغامی که میده جالبه، پیغامش هم بسیار جا پیغام ننه سلیمه، که خودش آدم مذهبی و متدینه، اما میگه آقا چه کار دارید که دیگران چه مذهب و چه عقیده و چه منش و روشی، اصلا به شما چه؟ دین در حوزه دله و هر کس خودش اختیار داره دلشه، اون چی که در این دل به عنوان گوهره اندیشه و تفکر و عقیده و ایمان ماندگار شده. نگاه کنید. گریم میگیره بذار رو سینه سر تو، چشمای خیسو تر تو بذار تا سیر نگات کنم، بو بکشم پیرهن تو. سید خبر مرگت تا حالا دیدی زن کسی این همه عاشقانه جلو دوربین برای شوهرش عاشقانه بخونه؟ خیلی زیبا میخونی سلیمه خانم، چقدر با احساس میخونی، قربون اون احساست برم سلیمه خانم. قربونت برم، تنها من نرو ماده، سب کن با هم دیگه قربونش بریم. از محمد سوال کن ببین برنامه شروع شد. ای خاک عالم سرم، رومانا چرباز، رومانا چرباز ما پیدامون شد، برنامه شروع شده، برنامه شروع شده. محمد رضا خبره، فقط میشون اونجا میخوره همجوری مثل خرس چاق شده، انگار نه انگار اینجا مسائل تکنیکی هم وجود داره. بابا برنامه شروع شد یا نه؟ میگه شروع شد، میگه شروع شد. خبره چرا انتظار سلیمه خانم، من خودمو دارم میبینم. سلام میدیم به همه هموطنان عزیز ایرانی و افغانی، سلام میدیم به همه مسلمونا سنی شیعه، برای ما فرقی نمی کنه مادر. سلام میدیم به همه یهودی های خوب، بهایی های خوب، زرتشتی های خوب مادر. سلام میدیم به مسیحی های خوب، سلام میدیم به بودایی های خوب، سلام میدیم به همه اونا که قلبشون پاکه، برای ما فرق نمی کنه. برای همین سلام میدیم به اونایی که دین دارن
و دین ندارن. بله، برنامه نن سلیمه برای همه اون افرادیه که قلبشون پاکه. برای ما اصلا مهم نیست دنبال پیغمبری هستن یا نیستن. اگر هستن برای خودشون هستن مادر. اگر به خداوند متعال اعتقادی دارن فردی مادر، شخصیه، بین خودشون و خدای خودش، به هیچ کس هم مربوط نیست که دخالت بکنه و اگر بگه چرا این رفته بهایی شده، چرا اون رفته مسلمون شده، این که یهودی بود چرا زرتشتی شده، اون که زرتشتی چرا رفته مسیحی شده، به کسی چه مربوطه؟ هر کس دنبال یه درس و مرام خودش برای خودشه مادر. بله، ما در ایرانی زندگی میکنیم و بزرگ شدیم و حالا پا شدیم خبر مرگمون آواره شدیم اومدیم این مملکت، از اینجا مونده از اونجا مونده. بله مادر، ما مثل آمریکایی‌ها میگیم individual. فوق العاده عجب. به به مرسی بابا علی جان مجدداً. مرسی، مرسی که دعوت کردید. گفتین مصدق برای اینکه پسر مصدق، پسر دکتر غلام حسین، دکتر غلام حسین مصدق بازی کردم. آره استادی تمام. اینجوری که آقای رضا علمزاده به من گفتن برای شما محبت داره. کارگردان ایشون نویسنده و کارگردان بودن و از هلند تماس گرفتن، گفتن علی جان ما تمام بچهای هنرپیشه‌های ما مال اروپا هستن، دوست دارم شما از آمریکا بیایی و نقش پسر مصدق رو که دکتر غلام حسین مصدق بازی کنی. و منم خوشحال شدم و رفتم بازی کردم. دادم خواهد نقص خود مصدق بازی کنی؟ والله آقای ناصر رحمانی نژاد خیلی قشنگ بازی کنی. آره ایشون انقدر مصدق خوب بازی، خیلی هم شبیهشون بودن. آره. اینه که من ترجیح میدم وقتی به یه نفر به نقش اون بهتر میخوره همون بازی من خودم تماشا کنم. ولی خب مچ خوبی بودیم با هم. نگاه کنی یک لحظاتی از این نمایش را ما برانداز میکنیم. لازمه اینها. بله؟ از روزنامه چی؟ میخوایید مصاحبه کنید؟ در مورد کی؟ در مورد کی؟ در مورد اعترافات نبی الله؟ آخه شما چطور انتظار دارید ایشون به خاطر خبری به این بی ارزشی حاضر به مصاحبه با شما باشن؟ هیاهو میکنن تا روزنامه‌های خارجی هم رو منعکس کنن. جالا میخوام من رو خفف کنم. آخه شما به فکر سلامت خودتون باشین. فردا همون روزیست که شما این همه منتظرش بودید، روز سخنرانی در دیوان عالی لاهه. گیرم در این دروا از دیوان لاهه پیروز در آمد، از درباریان و سیاست بازان فاسدی که نه تنها خط تو که خط خود شاه را هم نمیخوانند به کدام دیوان شکایت میدن، از آنهایی که تو را نوکر آمریکا مینامند و به اشاره به اصطلاح برادر بزرگ روزی نیست که چوب لای چرخت نگذارند به کدام دیوان شکایت میبرند، از امام جمعه تهران، از آیات عظامی که چماق تکفیرشان را بلند کردند تا در اولین فرصت بر سرت بکوبند به کدام دیوان شکایت. آه باقلاده این هم نقشه و سینما رکس آبادان. سینما رکس آبادان که آقای صیاد یک نمایش نامه ای نوشتند که فوق‌العاده بود، یعنی نه فقط برای اینکه من توش بودم یا دوست خوبی هستیم با پرویز جان، یکی از بهترین نوشتهایی بود که تا حالا تو عمرم خونده بودم به زبان فارسی. و وقتی این قضیه مال خدا سال پیشه، یعنی مال 25 سال پیشه، آقای میبودی وقتی که من اینو خوندم، ولی مثلا تئاتر تاریخیه دیگه، یعنی لازم یه کسی این وسط. آره خیلی مهم بود که این به صورت سرمایه بود، این فیلم میشد. آره نیست؟ آره واقعا به نظر من باید سرمایه می بود و متاسفانه نبود، ولی تئاتر قوی بود اینا با حداقل امکانات نیست، اصلا امکاناتی واقعا. چند تا بازیگر داشت؟ خیلی، من بودم، خود آقای صیاد بود، آقای هوشنگ توزی بود، آقای علی فخرالدین بود، ماشا منش بود، خود شهرام بروخیم. زن نداشتی توی؟ زن اصلا نداشتی. نداشتی خیلی مردانه بود. وقت دور آمریکا و کانادا هم که ما این نمایشو می‌بردیم نشون بدیم خیلی جالب بود، برای اینکه یکی دو ماه ما تو راه بودیم دیگه این مردا از کلافه شده بودیم، از دست هم دیگه می‌گفتیم برگردیم برسیم به زن خوب. آقای پورتاژ در دو جلسه قبل ما رو با زندگی خودش آشنا کرد، فرزند یک کارگر
در محیط کارگری بزرگ شد، در خانه قمرخانم، یعنی تو اون خانه خانواده های دیگری هم زندگی میکردن. آقای پورتاش با جمعی اعضای خانواده همه در یک اتاق، اما یک زندگی بسیار خوشبخت به خاطر نمیاره که پدرش رو تنبیه کرده باشه. همینجا باید یه درود فرستاد به اون کارگری که از یک چنین فرهنگی برخوردار بوده، دست کم راه رفتار با فرزند خودش رو در اون دوره ها آموخته بوده. و شاید علت این همه مهربانی که در وجود جناب علی است که من سراغ دارم، این همه صدق و صفا که امروز خانواده شما ازش برخورداره، از همونجا ناشی میشه. عشق میگم، ما همیشه من گفتم بودم ما چیزی نداشتیم ولی عشق رو داشتیم. عشق رو داشت. آره، اون عشق خیلی مهمه. خیلی مهمه. یعنی شما میتونید پولدارترین خانواده روی زمین بشین ولی اون عشق اگر توی خانواده نباشه به درد نمیخوره. نمیخوره دیگه. مسلمه که بچه‌ها خب یه چیزی کم میارن دیگه. و این خیلی مهمه. هم برای روانشون، روحشون، رفتارشون، نگاهشون به زندگی، عیتودشون، همینا. خوشبختانه من انقدر این شانس رو داشتم که توی خانواده‌ای به دنیا بیام که ما از عشق غنی بودیم. مثلا عشق پدر مادرم با جالب اینجاست که به هم دیگه هم نمیخوردن. چون پدر من اصلا مذهبی نبود، بعد مادر من خب مذهبی بود، ولی باز با هم دیگه اون عشق اینا رو نگه می داشت. من بزرگ شدم بدون مذهب ولی به احترام مذهب، یعنی به خاطر اینکه آدم وقتی میبینه خب یه نفر یه باوری داره، هر چقدر من اون باور نداشته باشم ولی اگر اون باور اونو یه آدم بهتری کرده، خب آدم احترام میذاره. کاملا درست. خب علی عزیز آشنا میشه با یک دختر خانومی، وقتی سن و سالی هم نداره، با یک دختر خانومی در آمریکا میخواسته زبان انگلیسی رو فرا بگیره، یه نفر پیدا میکنه که بهش مکاتبه کنه. خب این مکاتبه های نامه نگاری ها باعث پدید آمدن یک دوستی میشه، صمیمیت. این دختر خانم زیبا رو به معنای واقعی زیبا میاد به ایران و میره در همون خانه، در همون اتاق زندگی میکنه و شیفته این خانواده میشه، گرچه خودش از یک خانواده اصیل اروپایی است که دوچ که در آمریکا 400 سال زندگی میکنن، هم تحصیل کرده، ولی شیفته زندگی یک خانواده کارگری میشه در ایران و خلاصه با علی به خانه بخت میره. با هم دیگه پشت اومدیم، یعنی اومده برای سه هفته اومد که هم با من آشنا بشه، هم که خب پسر خالش هم اونجا بود که از طریق پسر خالش باش آشنا شده بودم، بعد میاد با خانواده من آشنا میشه. حالا جالب اینجاست که این مادر چادری من، مادر نموزگون من، تا دیدش گفت علی جان اینو بگیر، عجب عروس خوشگلی میشه. خب ما هم اون موقع این برنامه رو نداشتیم، متازه آشنا شده بودیم و از هم دیگه خوشون اومده بود، ولی خب قسمت همین شد. آره. ببینم این عکسی که الان این شما هستی بابا ها؟ من آره تقریبا سه سالمه. کجاست اینجا؟ این مثل که یه عروسی بوده، یه جای من یادم نمید ولی تو محلمون بوده، عروسی بوده. این آخر شب دیگه همه رفتن خواه. و این پدر منه، پدر منم اسمش کریم الله بود، کریم الله، و منم که آره سه سالمه. ببینید یه جوری گرفتم شلوارشی که نیفتم از صندلی، مثل اینکه بین دو تا سه سالمه اینجا. دو تا سه سال. خب مادر علی هم ببینید، این مادر ها. آره این مادر چادری منه، اونم پدر منه. این همین زنیست که عاشق عروس خودش میشه. آره دیگه این مادر تشویقت میکنه این عروسک رو بگی. حتما بگین، خیلی زیبا گفتم. اسم مادر چی بود؟ مادر من اسمش کشوره. کشوره گلستان. ولی گلستان. گلستان. ولی ما بهش میگفتیم مامان هوری. هوری هوریه. ولی کشور گلستان اسمش. بعد اینم کشتی بود کردی جان خیلی من کشتی بودم الان هم هستی، ولی اون زمان بی خود نبود این دختر اینقدر عاشقت شده. مرسی شما. اینا پدر منه، ولی اون چیزی که رو ابروش میبینی مرکب روی عکس ابروش اون شکلی نیست، مرکب افتاده روی عکس. بسیار عالی. خب بقیه عکس ها رو بعد نشون میدیم. بس اینجوری شد. ولی چون سن سال راست میگین، دخترها از من خوششون میاد. خوششون. آره منم بدم نمیاد که از من خوششون میاد. خب علی عزیز ما میانانم هیچ به پارتی داره، نه خانواده ثروتمندی داره، نه با اون بالایی ها آشنایی داره، مزالک میره و در کانون پرورش فکری کودکان کتابخونهش، بله، و در کتابخانه اونجا محیط تازه‌ای برای فعالیت هنری پیدا میکنه و ازش استقبال میکنه. کسی مانعی در برابرش نمیتونه باشه، بلعکس خیلی هم تشویقش میکنن، چندین فیلم میسازه. خانمای کتابدار که اتفاقا عکسش هم دارم اینجا. اینه. نه اون اینه. نیست، یه دونه دیگه هست که کتابدارا هستن. اینجا نداریم پس. نداریم. خب فکر کنم اونجا قبلا فرستادم براشون. خب
با کتاب داره، کتابخونه شماره دو که تو خیابون عباسی خاکی بود، فوق العاده خانمای ماه و محترم و روشنفکری بودن و منم 13-14 سالم بود که خب تو اون کتابخونه بودم. تشویقم میکردن که حالا که اینقدر میگی و میخندی و شلوغ هستی پس یه تئاتر درست کن. تشویقم کردن که من با بچه‌ها جمع بشم و یه تئاتر درست کنیم، که اتفاقا اردوان مفید اومد. آخه اردوان اومد. آره اردوان از طرف کانون پرورش فیه کودکان. این همینه. این ما شدیم گروهش. آره. آها این خواهر اردوان مفیده. این که پایین نشسته. این هنگامه مفیده. بله. یعنی دست چپ میشه. بله. دست راست که دختر. ایشون خواهر زن اردوان مفیده حمیده فرمانی. خب. که هم بازی. اون سه نفری که بالا ایستادن. این که من هستم. دست چپ شمایی. وسطی که آقای مرتضی مجتهدیه که الان آلمان زندگی میکنه. خب. ایشون هم آقای بهروز هاشمی هستن که الان تو همین آمریکا گلندار زندگی میکنن. عجب. بله. شما یه تیم هنری واسه خودتون. آره و بیشتر از اینم بودیم. حالا این فقط مال یه نمایشی بود ولی بیشتر هم از این بودیم. آقای حمیده حمزه که بعداً خب فوت کردن ولی ایشون گلمور معروف ایران شدن تو سینما. خانم آزیتا حاجیان که یه عکسش اینجا هست که الان هنرپیشه سینمای ایرانه. خب آزیتا اینجا. آره بله بله اینجا اگر آزیتا را پیدا کنیم اجازه بدید. آها اونا هاشش. خب این گروهی که ما تو بندر عباس انداختیم گروه اردوان مفیده. خب که من عرقی سفیده هستم که وسطم. این کنار دریاست؟ این کنار بندر عباسه. بله. بندر عباس جنوب هستی. اینا بله. که نشستن کیا هستن؟ خانمایی که نشستن. آقای اینک باید بزنی بزن. آره آقای مرتضی مجتهدی، خانم آزیتا حاجیان که الان هنرپیشه سینمای ایرانه. آزیتا مادر همسر آقای چیه؟ مثل اینکه طلاق گرفتن. شریفینیا. شریفینا طلاق گرفت پس شریفینا. شنیدم که مهراب و اینا دختر خانم اون دیگه من بعدش دیگه فرزندان خب بله دیگه. آقای مرتضی طاهریه که مثل اینکه فرانسه هستن. این خانم رو یادم دانشه، این آقا رو یادم نمیاد. اینا که ایستادن کی هستن؟ ایستادن بله این خانم دانش بود اسمش، ایشون محمود ابراهیم زاده، اینم که منم. آقای حمید حمزه که لباس زرد، شما هم که لباس سفید تن تو ایستاده. ایشون فوت کرده ولی ایشون با ریش گریمور بودن تو ایران. ایشون هم مسلم فامیلیشو یادم رفته. ایشون هم خانم محوش سباز که تو نیویورک نفر اول سمت چپ. آره خانم محوش سباز اونجا در شروع چیکار میکردی؟ ما رفتیم برنامه جو کردیم. ما برنامه های تاعتری. آره این وکیشن نیست، این گروه اردوانیم. اردوان هم با ماست ولی تو اون عکس نیستش. ما بچه های اردوان بودیم، اردوان مفید. آره همین گروه اردوان مفید. گروه اردوان مفید بودیم. بعد چه تئاتری بودیم مثلا؟ ما اونجا تئاترای بیژن مفید و تروب کوتی موتی مال بچه ها رو پولم میگرفتید بازی میکردید؟ من اون موقع نه. بعدن من و هنگامه مفید به استخدام کانون در اومدیم که من ماهی 2000 تومن اون موقع میگرفتم از کانون، که اتفاقا آقای سماکار رو میشنسی؟ بله بله بسنس. عباس دو برادرن. آره عباس رو من میشنسی که اونجا کامرامن بودن در تلویزیون. خب ایشون چیز بودن، حسابدار بودن، چک ما رو ایشون به ما همیشه میداد. خب تو این عکس قبلی که عکس سیاه یعنی این عکس هم آره این دختر خانمان لباس های جورابای چسبان مثل بله، مال چند سال پیشه؟ این ما موقع مثلا نگاه کنیم من 15 سالمه اونجا یا 16 سالمه. شاله به جورابای چسبون مثل بله خب لباسه که الان مد شده تازه خیلی زیاد. زمان قبل از انقلاب مدرن بودن دیگه. واقعا مدرن بودن. درست لباسای ما رو پوشیدن که چسبون و برای تمرین بود. محترمانه بود دیگه نیست؟ بله فوق العاده ها. فوق محترم. ببینید اگر تکرار بشه عالیه. اگر تکرار اگه بشه. اگر تکرار خدا کنه بشه دیگه، خدا کنه. برای خود روحیه جوونا هم که شده که اونجا دارن بزرگ میشن، اگر اون چیزی که ما داشتیم تکرار بشه عالیه. ببینم اول برنامه من به خاطرم رسید که یه نکته رو یادآوری کنم که ما ایرانی ها گذشتمون رو بیشتر از حالمون دوست داریم. یه بار صحبت میکردم با آرشگرم، چینی بود در لاسوگاس بعد این مال دوره انقلاب فرهنگی بود، یعنی صدمات زیاد خانواده تحمل کرده بودن و من یه بار ازش پرسیدم که شما از کجا میایی؟ که میدونستم از چین میاد، خواستم خاطراتش برای من بگید چگونه فرار کردن. گویا جمع خانواده ناچار میشن از طریق دریا به سه کشور فرار بکنن، بیشترشون میرن به کامبوج، از اونجا فرار میکنند و اومده بودن به فرانسه. یه گروه از اینها میان به آمریکا، یه گروهش میره به لاس وگاس که این خانم جزش بود که الان مسن نیست، زن مسن نیست.
اصلا علاقه نداشت گذشته رو بیاد، اصلا وحشت میکرد وقتی من صحبت میکردم، گفت اصلا دوست ندارم. گفتم این خصوصیت مال شماست یا مال بقیه است؟ گفت هیچ چینی علاقه نداره دوره انقلاب فرهنگی رو به یاد بیار. در حالی که با ایرانی ها وقتی تماس میگیره همه دوست دارن از گذشته شون میگن، گذشته براشون خیلی مطمئن‌تر از امروزه. نیست؟ دقیقا. ببینید من دو تا پسر دارم و عاشق دو تا پسر هم، دو تا بچه هم. اگر این قضیه رو الان بذاریم کنار و به من بگین که بهترین موقع زندگیت کی بوده، واقعا برمیگرده به زمان کودکیم و تینیجریم با کانون پرورش فکری کودکان. یه معصومیتی داشت، یه آزادی داشت، یه زیبایی. دقیقا یک رابطه ها زیباتر بود، رابطه ها تمیزتر بود. من همیشه وقتی به ایران فکر میکنم به زمان تینیجریم، نوجوانیم و کانون پرورش فکری کودکان فکر میکنم. محبتی که این کانون به ما بچه ها میکرد، حالا بچه های بالای شهر باشن از خانواده پولدار یا بچه های بعضی از این بچه هایی که تو این گروه دیدیم بچه های پولدار بالای شهرن، بچه جنوب شهر نیستن. اینه که قاطی بودیم دیگه، اصلا هم ربطی به بالا شهر یا جنوب شهر اصلا نداشت. یعنی کاری نداشتن به اینا که شما از کجا اومدی؟ نه، فقط می‌خواستم ببینن که شما پرش... چقدر استعداد دارین، چقدر علاقه دارین، چقدر استعداد دارین و چقدر شکوفا میشین و چقدر به یه جایی برسید. براشون مهم بود که بچه‌ها به یه جایی برسن، بچه‌ها نمونن یه جا استیل بشن به قول آمریکایی‌ها. متوجه. خب این خیلی مهم بود برای ما. مثلا من خود من الان فکر می‌کنم خب اگر من این کتابخونه نبود، من چجوری با اردوان مفید آشنا می‌شدم؟ من چجوری با ارسلان ساسانی، آقای ارسلان ساسانی که معلم فیلمسازی من بود، آشنا می‌شدم که باعث بشه که من دو تا فیلم کوتاه درست بکنم، این دو تا فیلم کوتاه من جایزه بگیرن، با شهبانو آشنا بشم جایزه از شهبانو بگیرم، با اسفندیار منفرزاده آشنا بشم که اون موقع برای ما خب اینا خدا بودن دیگه. اسفندیار منفرزاده موسیقی مد خب به من جایزه بده، بیاد منو ببره رو صحنه به همه معرفی کنه، ماهار اینا پرورش دادن. درست. خب این شانسه. خیلی. و مهربونی و کمک و خدمت این کانون پرورش فکر دادن. درست. اینا رو نمیشه نادیده گرفت، برای همین من گذاشتم و دوست دارم. علی جان، ایرانی ها در وقتی به آمریکا آمدن یا در اروپا فرق نمیکنه، بیشتر در آمریکا تقریبا تمام درها به روشون باز شد، در تمام زمینه ها یه برخی از اونها واقعا آوازه جهانی پیدا کرد. حالا چه مثلا در سازمان فضایی ناسا یا جی ال پی سازمان فضانوردی بی سرنشین در امریکا که در نتصلا در پاسادناست، یا در امور بانکداری نمیدونم دیزاینرهای ایرانی موفق بود. ولی درهای هالیوود به روی اونها نمیگم کاملا بسته بود، ولی لیلاش یک کم باز میکردن، اینا میرفتن تو فیلم ها 10 ثانیه و 20 ثانیه بازی میکردن. همین، هیچ کدام نتوانستن یه جوری والا. خب خانم دل هالیوود چرا علتش چی؟ خانم شهره آقداشتی که خب تونست به یه درجه واقعا برسه. ببینید نگاه هالیوود به ما نگاه میدل ایسترنیه متاسفانه، یعنی هنوز که هنوزه مثلا این هوملند رو که الان دارن درست میکنن و به محض اینکه ایرانی ها بچه های ایرانی دارن میرن بازی میکنن، هنوز دوروبر سیایه و ایرانی های تروریست و حالا ممکنه چند تا یعنی شما اگه انتخاب بکنن برای این نقش هاست، بیشتر برای این کار هست و این هنوز نگاهشون به ما یک عجب. نگاه میدل ایسترنیه، ولی نگاهشون مثلا به استرالیا اینجوری نیست، یا مثلا ولی مثلا نگاهشون به رومانیا و بلغاری اینا یه نگاه مثلا شما بی نقش روسا رو بازی کن. خیلی کم پیش اومده سناریویی باشه که خب خوشبختانه برای شهره آقداشو پیش اومد، The House of Sand and Fog ساندو. که خب دیگه از تروریستی اومد بیرون، خانواده میدلستی بودن که ماشامنش هم چند تا نقش داشت. آره دیگه ایشون هم خب آره چند تا نقش بازی کرد ماشامنش، ولی باید. اصولا نگاه ها نگاه هر... یعنی بهتر خواهد شد، بهتر میشه مطمئنی 100%. یعنی نسل بعد برای اینکه میگم هالیوود بدگای میخواد، اگه حالا با شوروی جنگ نمیکنه پس داره با بن لادن جنگ میکنه، پس عربا رو میاره. یه زمانی ژاپنیا بدگای بودن، الان نوبت میدل ایسترناست، یواش یواش اینم تموم میشه. منتها ما خودمون باید یه کاری بکنیم.
ما خودمون باید به انگلیسی برای ایرانی‌ها یه کاری بکنیم. مثلا من یکی از چیزهایی که به این بعضی از این دانشجوها هستن که فیلمای کوتاه میخوان درست کنن میان به من میگن ما دوست داریم شما تو فیلم ما باشی. من میگم خب بذار بخونم. نگاه میکنم میبینم داره منو میخواد تروریست بکنه. باز قضیه رو مثلا یه چیزایی که به ما ربط واقعا نداره. یعنی شما وقتی این تروریست داره ببینین آقای میبودی یک دونه ایرانی پیدا نمیکنین، یا پاکستانیه یا عربستان سعودیه، ولی یه دفعه بیخود و بیجهت ایرانیه میاد میشه تروریست اونجا. و من به اون بچه‌ها تو توصیه چی الان مثلا به برخی از بازیکن‌ها که چنین پیشنهاداتی میدن به قبول میکنن؟ ببینید من هیچ چیزی نمیتونم بهشون بگم، برای اینکه وقتی که پولش خوبه، چون شما وقتی که اسکرین اکتورز گیلد ممبر میشید یه پول خوبی بهتون میدن. درسته. و شما میگی خب من میام بازی میکنم، من نمیتونم به این دوستم نصیحتی بکنم چون این بلا ممکنه سر منم بیاد. درست. و من تا اونجایی که تونستم سعی خودم رو کردم دوربر اون قضیه نباشم. حالا شاید به خاطر اینکه من الان معلمم و دنبال بازیگری اونجوری نیستم تا اینکه بازنشسته بشم یکی دو سال دیگه، ولی توصیه من به فیلمسازای ایرانیه، به خصوص جوانایی که همش دارن از هالیوود دارن یه برداشتای غلط میکنن و میخوان هی قضیه رو میدلیستی بکنن. این غلطه. یعنی این بچهای ما انقدر نباید به ما هی میدل ایسترن نگاه بکنه، هی تروریست نگاه بکنه، برای اینکه ما نیستیم. اگر با دولت ایران مسئله دارن ابی نداره، یک موضوعی راجع به دولت ایران بنویسن، ولی یه داستان امریکایی درست میکنن، یعنی بیخود به جهت ایرانی اینجا تروریسته. چرا؟ مگه ما داریم؟ مگه ما خبری میشنویم راجع به تروریست ایرانی؟ من که نمیشنوم، من که نمیدونم. حالا اگر احمدی نژاد داره یه کمکی به سوریه میکرده به اسم تروریست داره شناخته میشه، اون یه مبحث دیگه ایه. ولی تروریست ایرانی که مثل فلسطینی، مثل پاکستانی، مثل عرب بیاد خودش رو ندونم ببنده و داد بزنه و شعار بده، ما نداریم. خب وقتی نداریم چه اصراری دارید؟ توی ایرانی، حالا آمریکایی داره اشتباه میکنه، توی ایرانی چه اصراری داری مملکت ایرانی خودت اونجوری نشون بدی؟ اگه داشتی من حرفی نداشتم. نداریم، ما نمیشنویم که پس چون دیگه اصراری نداری تو فیلم هالیوود بری و بازی کنی خودت معرفی نمی کنی؟ من اصرارم زمانی ایجنت داری هنوز؟ من الان ایجنت ندارم. نداری. یه دلیلش به خاطر همین مدرسه است. ولی اگر ببینم داره از من یک تروریست الکی درست میکنه، نه نمیکنه اصلا، اصلا و ابدا. برای اینکه اگر قراره من یک تروریست الکی باشم، خب صدام در میام میگم آخه اینو کجا دیدین، بر اساس چیه؟ شما شاید منظورتون فلسطینیه. اگر فلسطینیه من میام نقش فلسطینی بازی میکنم. اگر پاکستانیه من میام. ولی اگر من نقش ایرانی تروریستی کجا اومده؟ از ذهن الکی شما اومده. برای اینکه وجود نداره. این اتفاقا بدآموزی میده به آمریکایی. آمریکایی داره نگاه میکنه. من نمیگم ما همه وکیلی، ما همه مهندسی، ما همه دکتریم، ولی دیگه تروریست هم نیستیم. اینو من پیشنهاد بسیار قوی میدم به جوانای فیلمساز خودمون تو امریکا که بی خودی دنبال اینجور داستانایی که برداشت غلط از هالیوود کردن نرید. من نمیگم ایرانیو خیلی خوب نشون بدین الکی، اونم نه. ولی دیگه الکی تروریستش هم نشونش ندیم. حالا مثلا در هالیوود الان دیگه صنعت سینما صنعت واقعا پولساز، یعنی تبدیل شده صنایع. این فیلم گراویتی که شما بهش اشاره کردید خیلی دوست دارم اون فیلم. ساندا بولاک درش بازی میکنه، خیلی هم استادانه. میدونی چن فروش کرده؟ 660 میلیون دلار. بعد نوش جونش 660. ولی در کنارش فیلم ها که اغلب هم تخیلیه، یعنی بوناویستا ساخته، یعنی دیزنی، یا فیلم همین هابیت که الان روی بر صحنه است که گفته میشه به احتمال یکی از پرفروشترین فیلم های تاریخ میشه. این همه تخیل تو فیلم ها و این نشانه چیه؟ و اگر قرار بشه هالیوود همینجوری به همین ترتیب ادامه بده، یعنی که اصلا واقع‌گرایی باید فرماندهش بسته بشه. ببینید اگه یادتون باشه وقتی که ما جوان‌تر بودیم و بچه بودیم تو ایران با فیلم‌های آمریکایی بزرگ شدیم و لذت می‌بردیم از همون تخیل. مثلا اگه بچه بودیم از هابته خوشم میاد، الان من خوشم نمیاد. شزم چی؟ شزم مال جان و اینا، سوپرمن، آره همه اینا. خب برای اینکه سینماست. خب مثلا که بله چقدر دیگه وقت داری؟ یک دقیقه. بله اینه که نمیشه به هالیوود گفت درست نکن، چون هالیووده. هالیوود کار خودش میکنه، میخواد پول در بیاره. ولی ما دیگه خسته شدیم، ما دیگه از این اسپشال افکت ها خسته شدیم. اوائلش خوبه چون میگیم خب اسپشال افکت هیجان، الان دیگه داره خسته کننده میشه. الان ما به کاراکتر احتیاج داریم، به کاراکترهای احتیاج داریم که واقعا میتونیم لمس کنیم و لذت ببریم از این رابطه یا از این تراژدی گریه کنیم. ما به کاراکتر الان دیگه بیشتر احتیاج داریم.
تشکر میکنم. خب دوباره میکنیم گفتگو با آقای علی پورتاش عزیز رو. به نظرم بحث جالبی است، شما میتونید در این بحث شرکت بکنید. سپاسگزارم. ایتن اگر عاشقی در پی دلدار.